کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. ژورلی ته خراب لاس. نن د نومبر 14مه نیټه ده. د نومبر 14مه نیټه د بلوچانو د شهدا ورځ په نوم باندې مول کیږي. په 14 بخن غړم په 1813 کې انګلیسانو په بلوچستان د بلوچستان په مرکز باندې او پسند کلات باندې چې کلونه کلونه د انګلیسي استعمار په وړاندې مبارزه کړې وه، حمله وکړله او د میر محراب خان بلوچ د شهادت وروسته عملا بلوچستان د انګلیسانو لاسته ولوېد. د هغې ورځې نه نیولې او بیا کله چې انګلیسي استعمار په ځای پنجابي استعمار حاکم شو دلته بلوچان محکوم دي، د بل چا په لاس کې دي او کم بلوچان چې مبارزه کوي د هغې سرنوشت زندان دی، مرګ دی، شکنجه ده او نامعلوم شکل باندې ورکېدل دي. همدا اوس همدغه وضعیت په بلوچستان باندې حاکم دی. یو بلوچ ازادي غوښتونکي شهرت لري، هغه حاکم د دې ایالت دی، لیکن په دې وضعیت کې هیڅ تغییر رانغی. عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی دی، لیکن وضعیت کې تغییر رانغی. نن موږ په دې موضوع باندې بحث کوو او په بحث کې موږ سره ملګری دی ښاغلی عبدالستار پردلی. پردلی صاحب د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی دی او زمونږ بل میلمه دی ښاغلی خدای نظر سرمچار د ولسي جرګې پخوانی غړی. ام سرمچار صاحب او ام پردلی صاحب بلوچان دي، د بلوچستان مبارزه او دای د نږدې نه مطالعه کړې دي او نظر پی لري. سلیم شوی، په خیر راغلی. پردلی صاحب، بعد از 1838 عملا بلوچستان به دست انگلیس ها افتاد. از او وقت تا به یک مختصر، به خاطر از اینکه به نظر ما مبارزه مردم بلوچ که به خاطر آزادی انجام دادن، قربانی ها و فداکاری هایی را که انجام دادن ولی متاسفانه تا هنوز به آزادی خود نرسیدن، یک آگاهی حاصل کنن. سلام. نظر مختصر سر آزادی مبارزه بلوچا. سلام به شما، سلام به سرمچار صاحب و بینندگان محترم کابل نیوز. قبل از همه درود بی پایان بر روان پاک شهدای بلوچ و شهید کبیر بلوچ مهراب خان شهید و هزاران تحییات و شاباس و آفرینی به او والدین بلوچی که فرزندهای دلبند خوده تربیه کردند و دو دسته به خاطر دفاع از هویت بلوچ و بلوچستان تقدیم کردند و شهید شدند. ما فقط یک تصحیح میکنم، سال 1839. قبل از شهادت خان کلات یا اعلی حضرت مهراب خان، انگلیس ها برنامه ریزی کردند که باید برای جلوگیری از نفوذ روس های این طرف باید یا دولت دست نشانده ای در افغانستان داشته باشند و یا که یک ساحه قبول شده به حساب یک زونی که تضمین کنده باشه که از اینجا سر هندوستان حمله نمیشه به وجود بیارد. نیت کردند که باید شاه شجاع را بیگه پالود دهند، با هم بگیرند و بیان قندهار را اشغال بکنند و دولت دست نشانده را ایجاد کنند. مشر قندهار از بلوچ ها، از مهراب خان تقاضا کرد که شما انگلیس ها را باید، چون آلده حرکت کردن، یا را باید مصروف بسازین تا ما نیروهای خود جمع کنیم. بله، جمع کنیم. انگلیس ها همزمان یک هیئت را فرستادن نزد خان کلات و تقاضا کردن از خان کلات که شما ساحه تنگی بولانه
امنیتش رو تامین کنیم برای لشکر ما در حالت عبور یا و هم مسائل لوجستیکی برای از سیاچانکا و همه این چیزاشان این تسهیلات برایشان فراهم کنیم و ما در بدل معاوار یک معاش ماهین برک میتیم و هم خود تبعیز شای بلوچستان برسمیت میشناسیم به حساب مستقل بارد. خب بنابر روابط تاریخی که بین بلوچ ها و پشتون ها وجود داشت یکی نمیتونست این مسئله را شد قبول بکند بله. و در اینجا یک کار غلطی شد که هیئتی را که شاید یا مشر قندهار روان کرده بود در بینشان اینمی اسناد و مکاتیبی را که روان کرده بود برای انگلیس ها دادند کیجه نشان داد که مهراب خان بر اساس چیز میشد مهراب خان در از انگلیس ها رسید اسناد بله همین یکی از زمین دو نفر اعضای هیئت تسلیم کردی به انگلیس ها فروختش در حقیقت مهراب خان تنگی بولان بر روی اساکر انگلیس بست به یک مدتی که دو زیاد تلفات هم دادن بالاخره با عمل نمیشد با این اصلاح مدرن که انگلیس بله. در زمان داشت با قوتی که مهراب خان داشت بله. قندهار گرفتند و بعد از کهی که قندهار مطمئن شدند که بعد از چند دور خود با لشکر فراوان در کلات رفتند حمله کردند سر ارگ کلات مهراب خان یک جای با 400 نفر گارد خاص خود مردان جنگی تا آخرین لحظه و خودش یک جای با گارد خود در اینجا شهید شد با شهادت مهراب خان نه تنها او شهید شد بلکه بلوچستان شهید شد بلوچستان دولت واحدی که داشت بالاخره به دست انگلیس ها افتاد و او هم به 4 بلوچستان تجزیه شد بالاخره در حالتونی چیز بمیاند که یک قسمت بنام بلوچستان غربی جدا کردن بلوچستان شمالی بلوچستان خود کلات که یک ریاست مستقل و بریتش بلوچستان و در حقیقت ادامهش تا امروز است که همین بازی که در قسمت پختونخوا انجام دادن کاملا کاملا با هم بله سلامت صاحب بلوچستان به دست انگلیس افتاد ولی مبارزه ادامه داشت در زمان تقسیم هند پشتونا و بلوچا هر دوشان کوشش کردن که آزادی خود به دست بیارن دی مرحله که انگلیس ها میبر آمدن و مبارزه مردم هند در مقابل انگلیس با کامیابی انجامید پشتونا و بلوچا چرا نتانستن به هدف خود برسن بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ادب به شما جناب پردلی صاحب و بیننده های محترم بلوچا وقتی که انگلیس ها برآمدن استقلال خود را داشتن بلوچا وقتی که انگلیس ها بلوچا را یک قسمت غربیش از درزم به دودمان قاجار داد در سال 1871 و یک خط موسوم به نام خط گلدسمیت کشید در ماوین این زمانی بود که بلوچا در همی زمانم مبارزاتشان جریان در جنگش با دولت ایران هم در جریان بود و با انگلیس ها و انگلیس هم حاضر کرد به وجودی که انگلیس ها اشغال کرده بودن در همی زمان است که دولت ایران دودمان قاجاری دوباره وقتی که چی خدا سلطه خدا از دست می در قسمت غربی بلوچستان و بلوچه دوباره اونجا حاکم میشن در سال 1916 همین انگلیس ها حاکمیت بلوچه را رسمن میشناسه پس دوباره در قسمت غربی بلوچستان در سال 1920 در اولین دهه 1920 وقتی که بلوچا کمر همت بسته میکنن علیه خود انگلیس ها که به خاطر استقلال خود بگیرن یعنی پیش از 1939 ما شما صحبت میکنم یعنی قبل از 1939
ببخشن در بعد از این در 1920 در اولین دهه 1920 وقتی که جنگ شروع میکنن علی انگلیسا با استفاده از همین زمان دولت رضا خان دوباره قسمت غربی بلوچستان رو تسخیر میکنه، حمله میکنه، چون بلوچا در دو جبهه در چند جبهه جنگ کرده نمیدانه. مگر در سال دقیقه طور بیاد من که 19 فکر میکنم 1947 سالای پیش از تقسیم هند است، یعنی هنوز 1947 در 1947 انگلیسا سال تقسیم هند نه شکست انگلیسا را در بلوچستان میگم در 11 دسامبر 1947 انگلیسا از بلوچستان شکست میخوره، انگلیسا بلوچستان را ترک میکنن میرن در هندوستان. در دهلی نو استقلال بلوچستان در دهلی نو رسما اعلام میشه. در 12 اوت ببخشید آگوست به اصطلاح در 12 آگوست 1947 مسئله استقلال بلوچستان، آزادی بلوچستان در روزنامه نیویورک رسما نشر میشه. ایتون نبود که انگلیسا تا آخرین لحظه را یا بلوچستان در اشغال از اینا بود، درست است که در 22 سال بعد از در سال 1893 این خط دیورند کشیده که قسمت شمالی بلوچستان را در این وقت داد با خط دیورند، با خط جعلی که ساختند ایره بر افغانستان، ولی در کل بلوچستان تحت اشغال انگلیسا نبود، انگلیسا رفتن و انگلیسا شکست خوردن. ولی حکومت تحت الحمایه بود، حکومتی بود که داخل خودمختاری داخلی داشت و از سیاست خارجی نه 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 حکومت تحت الحمایه هم نبود. چیزی که منام پرنس لیستیت گفته میشد یا حکومت های شاهزاده ها دهن مثلا در قلات بود، در قسمت های دیگه هم دو موجود داشت، اما قسم حکومت بود. یک ببین یمی درمی بخاطر که در قانون تقسیم در تاریخ بلوچ است، در قانون تقسیم هند با امیر ریاست ها به اصطلاح چیزی که ریاست های مستقل نامیده میشد بیا اختیار داده شد که خودشان تصمیم گرفته میشد امیتانستان، و با اساس امیت اختیار خان قلات تصمیم گرفت که باید آزاد باشه، ولی پاکستان باز امریکا. ما یک نکته عطف در تاریخ بلوچه که بر ما بسیار جالب است، بر شما میگم که برای اولین بار مناطق خودمختار بلوچه یک جای میشن پیش از این مسائل که انگلیس بیایه، پیش از این مسائل، یعنی از 1949 تا 1994 اولین سرماشار سبه خاطر از از 1700 و چند و 1800 و چند و 1900 و چند نه این قبل از این دیدای ما کما که کنفیوز نشن که نه 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 بخاطر یزی که خود تو تاریخ هست، یعنی بلوچه در تاریخ 1666 میلادی 1666 تاریخ بلوچه از امروز نیست، از 1800 و 1900 نیست. اینا تاریخ بلوچه هزارها سال به این طرف است، درست است، درست است. من حسی یک ملت وجود داره. اینم ای چرا جالب است برام که در 1666 مناطق خودمختار بلوچه جمع میشن و یک دولت متحد ملی را اساس میگذارن تحت ریاست نصیر خان بلوچ که به نام نور میر نصیر خان بلوچ مشهور بود، و این در می سال 1949 تا 1994 اولین دولت بلوچه هست، اولین دولت بلوچه هست که روابط سیاسی دو جانبه را بین خود و همسایه خود داره. اولین دولت بلوچستان است که این روابط خود با کشورهای دیگه داره، و اولین دولت بلوچستان است که مرزهای تاریخی جغرافیایی و سیاسی خود با دیگه کشورها تعیین کرده. اما اشغال انگلیسا در این منطقه را با همونطور که جناب پردلیس ها به شهره داشتن، نه تنها با روسا رقابتی که انگلیسا امپراتوری بریتانیا با
فرانسوی داشت و همچنین رقابتی که با روسا داشت که هر دوی از اونها و او هم هدفی بود که چگونه به دهلی برسن و یگانه رای نزدیک بلوچستان بود. از اینجا بود که انگلیسا در صدد یزی شدن که به خاطر از اینکه فرانسه اینجا به اصطلاح پیش قدم نشوه یا روسیه تزار پیش قدم نشوه، یکی از دلیل بسیار عمده بلوچستان و اشغال بلوچستان توسط انگلیس همین بود که این آمدن و استعمار هر دلیلی که باشه که اشغال کردن. درست. اما چرا ما مبارزین ما مثلا که شما همینطور بود که شهر چرا گفتید که موافق نشد؟ بله، در زمان تقسیم هند، در زمانی که هند تقسیم میشد و ای اختیار داشتم و خان قلات آزادی خود اعلانم کرد، یعنی الحاق با پاکستان نپذیرف، وقت چون نصورت گرفت که دوباره اشغال شد توسط ما خو یعنی عقیده ما بایزیه که شما میگین بلوچستان هنوز یک کشور تحت الحمایه بود و ما تا جایی که مطالعه کردم یک کشور تحت الحمایه چی نمی، بخاطر ازی گفتم که استقلال آزادی از اینا دهلی رسما اعلان شد و در 12 اوت یا اگست شما 1947 میگین 1947 سال تقسیم هند است. نه پیش از اینکه آزادی بلوچستان بگم نی، اما بعد از اینکه هند در چه وقت به وجود آمد؟ هند در سال در چرده پاکستان پاکستان در چرده اوت 1947 ایجاد شد به نام یک دولت. از هندوستان چیزی جدا شد، از این طرف جدا شد، انگلیسا قیچی کردن اینجا پیدا کردن یک کشوری را به نام کشور انگلستان پاکستان به وجود آوردن. یعنی این دولت به این شکل. اما چرا در همی وقت واقعا اینا نتانست؟ به خاطر از این که بلوچ هم تکه تکه بودن، به خاطر که پشتون هم تکه تکه بودن، اینا قبول خط دیورند بر سر افغانا، درست؟ و جدا بودن یک منطقه به نام پاکستان یا قبول خط به اصطلاح که 22 سال قبلتر از این کشیده شده بود به نام گلدسمیت بین شمال و غرب بلوچستان و افغانستان، اینا به یقین باید بگویم که تحت به اصطلاح مسئله تحمیلی انگلیس ها بر اینا بر این مردم بود. اینا دیگه توانایی جنگ هم از دست داده بودن، اینا بیشتر حقیقتا نمیتونستن تا او سر حدم به جنگن. به همین خاطر بود که این تقسیم شد. اما چه شد؟ مبارزات بلوچ خو ادامه داره تا امروز پایان نیست. پردریس، مبارزات بلوچ تا هنوز هم ادامه داره. عمدتا بلوچ ها در مراحل مختلف با مبارزات مسلحانه پرداختن. یک قسمت بلوچ ها، بعضی احزاب بلوچ ها با مبارزات سیاسی و دموکراتیک هم پرداختن، لیکن در ادوار مختلف. این جبر شرایط، جبر یعنی رویه ظالمانی پاکستان بود که وادار می ساخت بلوچ ها رو تا به اسلحه دست ببرن و یا چی؟ در زمان بوتو عملیات صورت گرفت، پیش از او صورت گرفت و بالاخره در زمان پرویز مشرف هم که بکتی شهید شد. بله، بایست یک مقدمه یک چند جمله میخوام در ارتباط صحبت پیشترش معنی اضافه کنم که کلات بایست یک ریاست مستقل، دو ریاست در چوکات استعمار انگلیس مستقل وجود داشت تا تلحمایه مترتیب که شما گفتن، که یکی کلات بود و یکی نیپال بود. بله. ناجوانی انگلیس ها را شما بعدن میبینید که او ریاست استقلال میتن و بلوچ ها را بنابر کینه که در گذشته داشتن ای را یک ارتباط میتن به کشور دیگه. شما ببینید که انگلیس ها منافقت و دورنگی شانن. بلژیک تحت حمایه انگلیس ها بود قبل از جنگ دوم جهانی، وقتی که آلمان سرش حمله کرد برای دفاع از بلژیک وارد جنگ شد. اما ایجا هم وقتی که کلات به حیث یک ریاست مستقل، نیمه مستقل به حساب تحت حمایهش بود، باز بعدن که
خب یعنی را جز هندوستان نمیشمردن؟ جز هندوستان نمیشمردن، یک واحد مستقل بود که مستقل بود، دولت خود داشت، آزادی های داخلی خود داشت، فقط در روابط خارجی خود باید مشوره میکرد با انگلیس ها. دو ریاست بود در مجموع در ارتباط، یک را قبول کرد و دومم نه. خب تا که حدی کشمیر هم بود، حیدرآباد هم بود و ریاست مستقل نبودند در مجموع بایست خب. ریاست اون شاهزاده نشین اونو حرفش بله شاهزاده نشین اما این دو ریاست مستقلی که دولت بله. داشت در خود کلات استقلال خود داشت تا در مسائل بیرونی خود باید به تفاهم و مشوره انگلیس ها باید عمل میکرد همیشه. خب بعد از این ترتیبی که سرمچار صاحب گفتن در 11 اگست دولت بلوچستان اعلان شد، 12 در آل ایندیا رادیو اعلان شد و در 13 زی واشنگتن پوست هم ایران نشر کرد و همون ترتیبی که شما گفتین تقریبا 8 ماه بعد از 13 به 27 مارچ سال بعد دیگر اشغال شد توسط پاکستان. از اصلا ادامه شهادت طلبی بلوچ ها و دفاعشان میشه که بعد از شهادت میر مهراب خان شروع میشه. میبینیم که ما سردار دوست محمد خان در بلوچستان غربی توسط دولت ایران شهید میشن و همین ترتیب یک عده زیادی از بلوچ‌های دیگه هم در بلوچستان غربی شهید میشن. در بلوچستان شرقی هم وقتی که خان کلات پاکستان بلوچستان اشغال میکنه، خان کلات زندانی میسازد، بلوچ‌ها به خاطر دفاع از نظام شیعی و استقلال خود به مقاومت مسلحانه میپردازند. من امیر میپرسند که چرا بار، یعنی یک بار نه چندین بار، بلوچ‌ها مجبور شدن که با مقاومت مسلحانه بپردازن در حالی که هند و ای تمام منطقه مرکز مبارزه عدم تشدد بود، لیکن بلوچ‌ها مجبور میشن که با مقاومت مسلحانه بپردازن، علتش چی بود؟ چون همه راه ها برای بلوچ های سیاسی بسته شده بود، مسدود بود، برشان دیگه هیچ راهی وجود ندارد. و در امی جامش ما میبینیم وقتی که تحت راهبری نواب نوروز خان زروگزی بلوچ ها در کوه ها بالا میشن، ایوب خان اغوا میکنه بلوچ ها را در زیر صفحه قرآن شریف نوشته میکنه، تعهد میسپاره غرض نداره، وارک میگم پایین شون که پایین میشود بچش اعدام میکنه، خودشان رو میبرد زندان، نه باز خودش با 7 نفر راهبری بلوچ ها شهید میسازه که بنام 7 هیکل و یک چیز تبلوک در بین بلوچ ها بایست یک حماسه مشهور است. این مسئله ایسی همون ترتیبی که شما گفتین بایدن ما ببینیم که در دوران ذوالفقار علی بوتو وقتی طیاره ایرانی آمد بمبارد کرد بلوچستان، بله، برای ازی که خب ایران چرا این کار کرد؟ ایران برای ترس، برای دفاع از بلوچستان غربی. چرا این در بلوچستان غربی هم همون ترتیبی که سرمچار صاحب اشاره کرد 1928 وقتی که رضا شاه اشغال کرد مقاومت شروع شد و در اوج دادشاین به مقاومت پرداخت با یک تعداد شطر سواره خود که 12 سال مقاومت دوام کرد، ایران نتانستینی که به حساب شکست بسد تا که ای هم از همچو چلی مثل ایوب خان که بعدن استفاده کرد او هم استفاده کرد این حال دنیا را. خب با همال بروش ها مقاومتشان ادامه داره. شما میبینید که ایال و ای به حساب یک سلسله نشهاده توی راستا اکبر بکتی بالاچ مری و یکی از کمبودی هایی که در بین بروش ها وجود داره که چرا با موفقیت هرچی زودتر نهل نمیشوند، یک حالتی که هنوزم در این جنگ ها و این سازمان ها سیستم قبیلوی هنوزم تا حدود تسلط خود دارد. یک مشکل دیگه هم که هم پشتونا و هم بلوچا دارن، تقریبا تمام کشورهای اطراف به ضدشان قرار دارن و حمایت لازمی که در وضعیت کنونی لازم است وجود نداره برای مبارزات ضد خواهانه. یک توقف کوتاه داریم، یه ولنده دمال رو دقیقه روسته بسته ایدم آور کن.